چند گام تا رمضان. با برداشتن چند گام دیگر به رمضان نزدیک می شویم. رعایت چند نکته برای یک انسان مسلمان در ماه شعبان لازم و ضروری می باشد. یکی این که روزه های قضا شده ی رمضان گذشته را به جای آورد. پس اگر فردی روزهایی از رمضان گذشته را به علت سفر، بیماری، عادت ماهیانه یا عذر دیگر روزه نگرفته، لازم است قضای آنها را قبل از فرارسیدن رمضان به جا آورد. عایشه رضی الله عنها می گوید قضای روزه از ماه مبارک رمضان بر من واجب بود و من به علت مشغولیت نمی توانستم قضای آنها را به جای آورم مگر در شعبان. قابل یادآوری است که جشن گرفتن شب نیمه شعبان و اختصاص دادن آن به عبادتی ویژه جایز نیست. امام نووی رحمه الله در مورد نماز رقائب در ماه رجب و خواندن 100 رکعت نماز در شب نیمه شعبان میگوید هر دوی این نمازها بدعت، ناپسند و ناجایز میباشد. یکی از احادیث ضعیف و ساختگی که در فضیلت شب نیمه شعبان نقل شده است عبارت است از هنگام فرارسیدن نیمه شعبان شبش را به نماز بیستید و روزش را روزه بگیرید. علامه آلبانی در مورد این حدیث میگوید این حدیث به شدت ضعیف بوده و یا ساختگی میباشد. و حدیث ساختگی دیگری که در این باب وارد شده است این روایت است که 5 شب وجود دارد که دعا در آنها رد نمیشود. نخستین شب ماه رجب، شب نیمه شعبان، شب جمعه، شب عید فطر و شب عید قربان. علامه آلبانی رحمه الله در مورد این حدیث نیز میگوید این حدیث ساختگی میباشد. با فرارسیدن آخر شعبان برای مسلمان جایز نیست که 1 یا 2 روز قبل از رمضان را روزه بگیرد، مگر اینکه این روزها با ایامی مصادف شوند که فرد عادت داشته روزه بگیرد، یا اینکه قضایی از رمضان گذشته بر وی باشد. در این صورت روزه گرفتن این ایام جایز است. دلیل این گفته حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می باشد که می فرماید هیچ کس از شما نباید 1 یا 2 روز قبل از رمضان را روزه بگیرد، مگر کسی که مقید به روزه گرفتن به عنوان مثال روزهای دوشنبه و پنج شنبه بوده است و روز آخر شعبان مصادف با یکی از این روزها باشد، چون این شخصی روزه بگیرد. گفتنی است که تبریک گفتن فرارسیدن رمضان اشکالی ندارد، زیرا رمضان مژده نزول نعمتها و خیر و برکت الهی می باشد.